نمیدونی چه به روزم گذشت در این یک ماه. تره که خریده بودن خوشحال بودی که اونی که منو خرید یعنی میمساد آدم درستی نبود، زد و بند میکرد کارهای پشت پرده، آروم آروم منم قاطیه زد و بندهای خودش کرد. های پرموز، ما به جرم همکاری با میمساد بازداشت هستیم. خلاصه به سختی تونستم از چنگشون رها بشم، حالا هم اومدم اینجا تا قایمم کنین. اگه کمک کنین هممون از اینجا فرار میکنیم، اونم با این نگاه کن. همه جور فرار دیده بودیم بابا، فرار تخمی ندیده بودیم. تخم جان درست معرفی میکنم، من خودم هرموز، این پیر سنبالا پرتوت و این پوک بی محتوا پرتاب. از اشنایی با شما خیلی خوشگل شدم. نه این تخم سیمرغه، اگه بتونیم ازش نگهداری کنیم تا سیمرغ به دنیا بیاد، ما رو با خودش میبره به جزیره ای خیلی قشنگ، جزیره ای که توش هر کاری بخوایم میتونیم بکنیم، دیگه نه قفسی در کاره نه فروخته شدنی. لعنتی، من تأکید کردم هر مرغ باید روزی 3 تا تخم بذاره، کمترش برام ضرره. میگم بچه های کارخونه فردا بیان اونجا، هر کی کم کاری میکنه رو ببرن بیرون. اتفاقا یه چند وقت ژامبون مرغ تو بازار کم شده، یه مدت گربه زیاد تحویل دادیم واسه ژامبون گوشت، تقش داره در میاد. آره ببینم اون محموله دبی رو چیکار کردیم. حواست باشه، فقط زیر 20 سال، وگرنه پس میفرستم. آره سلام ملک. مراقب خودت باش مادر جان، تخماتو از طرف من ببوس. اگه برادر و خواهرام به دنیا اومدن حتما به من خبر بده مادر. بای. ببخشید دنبال چیزی میگردی پرتوت خان؟ بله، حالا اونه ولش کن، داشتی با ننه حرف بزدی؟ بله. میخواستی سلام من برسونی دیگه. چرا باید سلام تو رو به مادرم برسونم؟ من باب ادب عرض کردم، به هر حال من او سن و سالی از ما گذشته، حرف هم دیگر میفهمی. راستی اگه سختش رو تخماش بخوابه بگو من برم کمکش، منم میتونم برم رو تخماش بخوابم. لازم نکرده. میگم دنبال چیزی میگردی؟ آره، دنبال این چشم داریوش نکبت، روزی 3 بار چش شل میشه میفته، وضعی داری ما. خب سفتش کن که شل نشه. آخه من پیر مرد پرتوت داغون جون سفت کردن دارم، با نخ بیدوزمش دستم جان نداره نخ بکشیم سفت بکنم، واسه همین شل میشه 2 ساعته میفته، به هر حال پیریه دیگه. بله، از قدیم گفتن سن که رسید به 50 فشار و مشکلات به وجود می آید در چند جا. تازه تو میگی 50، مگه 325 سالمه؟ یادش بخیر با ناصر شاه قاجار، ای چه دورانی داشتیم، ماجرای سرسرش برات تعریف کردم. جنس خراب خندت گرفت. بله، اگه اون موقع با ما سور میخوردی چقدر میخندیدی. کافیه دیگه، میبینی که چشم داریوش اینجا نیفتاده، بفرمایید لطفا. باشه بجازه. تا کی باید این وضع و این حقارت رو تحمل کنم؟ کی بابتی بود؟ خودت نباید مراقب چشمت باشی عزیزم. داریوش جان حتما من باید بهت بگم چشمت افتاد. چشمیه تو چته؟ نمیدونم چیم شده، یه صدا میدم
چیگی خیلی بامزه است. سکسکه میزنی؟ سکسکه چی میزنم؟ سکه میزنم. سکه چیه؟ سکسکه نمیدونی چیه؟ از اولش گو ببینم، یه چشم اینجا ندیدی؟ چشم ندیدم ولی یه جور پله قربان دیدم. بیمزه ترش. خیلی خوب، اصلا چشم نه، چشم چشم دو ابرو دماغ و دهن یه پسته. میگم یه چشم دیدی یا نه؟ بی تربیت، من بزرگترتم مسخرم بکنی؟ بله بله، یعنی بله دیدم. دیدی؟ کجا؟ کی؟ افتاده بود رو زمین، منم خوردمش. آفر چی؟ چشم داریوش خوردی؟ شب به اون چشمات خواب نرسه، چشم من به چیز پرتاب نرسه. بریم اون پشت، اون پشت که دیگه یه ها از چیزش به فاضلاب نرسه. دینگرین 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 دینگرین. من خودم برام بگیرید، دیوانم کردین. ای خبرت بیارن برام پرتاب، چشم این بدبخته چرا خوردی؟ نمیدونم، همین جوری خیلی بومزه جی. شکار کنه من کجایی در بیارم این چشماره. نگران نباشین استاد، بله دارم تماشاش میکنم. خیلی آروم همین وسط توی جاش خابیده. آره تخم آرومیه جان. چی فرمودین؟ نه معلومه که کسی روش نخوابیده، چرا باید کسی روش بخوابه؟ سرد؟ بله سرده. نگران نباشین استاد، خب الان خودم میخوابم روش، گرمش میکنم. الو الو. نگران نباش تخم قشنگم، خودم گرمت میکنم. ها ها ها. پس چی شد؟ من هول که میدم تو سرفه بزن، بلکه چشی داریوش بدبخت در بیاد. چی بزنم؟ سرفه بزن. باشه باشه، برو بریم. یک دو سه. امچو الان چیکار کردی؟ سرفه کردم دیگه. ابله اونی که زدی عدسه بود. باشه باشه، یه بار دیگه. یک دو سه. چرا بادگلومی سرفه نمیشناسی مگه؟ دوباره بریم. برو. یک دو سه. ایوی ایچی نزدی که ایچی بوزه پیف. بی تربیت، چی خوردی آقا؟ سرفه بلندی اینجوری ها. ببین سرفه اینجوری ها، فهمیدی؟ حالا بریم. یک دو سه. یک دو سه. سرفه بزن قشنگ. بریم یه بار دیگه. در حلقت باز کن، حلقت باز کنی بیاد. یک دو سه. من که نمیتونم تا آخرش اینجا بمونم، هزار تا کار دارم. عزیزم نمیتونستی خودتو از داخل گرم کنی؟ اگه سرد بمونی نابود میشی جان. چه تخم خریه. چه کار کنم؟ چاره ای ندارم، فعلا باید خودم گرمت کنم. ولی اینجوری هم نمیشه، بعدا حتما باید نیروی کمکی بیارم. بیا عزیزم. ها ها. آخه مگه تو بوزی هرچی میبینی میخوری؟ ببین این همه چیز عد باید بیاد چشم بدبخت بخوری. سرفه بزن ببینم. سرفه بزن دیگه. من چی میدونستم چشم داریوشه؟ یعنی چی حالا چشم داریوش؟ نه چشم ننت باید برداری بخوریش. آره کوفته بخوری. سرفه بزن. سرفه. آهای آهای، چی کار دارین میکنیم؟ بیا به روها بردون داره در میاری. چیو؟ چشم داریوشو. از کجا؟ از تویم. آقا جا چشم داریوشو خورده ای، دارم میزنم زیر قفسش، سینش بلکه دهنش در بیاد.
فعلاً واسه این کارا وقت نداریم. یه وضعیت بحرانی پیش اومده. بیان که کارتون دارم. را بیفتین. نه چون برو ما بعدم میایم. این بازی خیلی بهتون میگم بیاین. کار مهمیه. حرکت کنید ببینم. یا دیگه اخ اخ این تخم اگه سرد بمونه سیمرغ داخلش میمیره. آی پرتاب زود باش روش بخواب. چشم گربون همین در اون نایان به پروش آفرین اینجوری که خوبه دیه. نه نه خوب نیست. بلند شو نخواستیم. پاشو ابله الان تخمم رو میشکنی. با این سکس که باعث میشی تخمم ترک بخوره. بلند شو بلند شو. پرنده از این اسکلتر نبود بخوابونی رو تخمت. چه کنم چه کنم، خودم که گرفتارم نمیتونم همش روی این تخم بخوابم. میگم بردود خان تو تجربت زیاده، اگه خواهش کنم میخوابی روش؟ بله بابا آخر عمری. حالا کاروبار من ول کنم بیام بخوابم رو تخم، آبرو حیثیت میمونه برام. میخوای من مرحمت کنم بخوابم روش؟ لازم نکرده، تو مراقب تخم چشم خودت باش، نمیخواد به تخم بقیه فکر کنی. گفته باشم پس سیمرغ میمیره. دیگه هم خبری از جزیره و زندگی آسوده و خوشگل در آینده نیست. آهان فهمیدم. یه کار دیگه میکنیم. تقسیم مسئولیت. نوبتی میخوابیم روش. خوبه؟ برای خوابیدن روی تخم تمرکز میخوام. من تا چشم داریوشه از حلق این نکبت در نیارم تمرکز ندارم. شرمنده. اگه چشم داریوشو برات در بیارم مشکلت حل میشه؟ بله میشه. باشه عزیزم اومدم. اومده بگیر 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 هیچ دیگه هم بند کنم دیگه صدا نمیدم. چیکار کرده حیف نان؟ جای این که بدیش بیاد بالا که زدی کلن رفت پایین. میدونم من از پایین راحت تر درش میارم تا از بالا. به من اعتماد کن دوست من. خب حال مریض ما چطوره؟ مریضش کیه؟ توی دیگه ابله. منم خوبم نمنو. خب ببین عزیزم اصلا لازم نیست بترسی. پرتوت جان دستتو میگیره، تو به پایانه خودت فشار میاری، چشم داریوش ازت استخراج میشه. فهمیدی؟ نه خیر. پرتاب زور بزن. زور بزن. چی؟ بابا زور بزن میفهمی چیه؟ آره میفهمم اینجوری. این زوره، این سوته، اینجوری ببین. آهان حالا شد. سب کن من تو موقعیت مستقر بشم بعد زور بزن. اجازه بده. آفرین زور بزن. چیزایی دارم میبینم. بیشتر بیشتر زور بزن. زور بزن. تبریک میگم، یه مناقب دنیا آوردی. چه خورده بودی؟ بس میگه وای چقدر قشنگ بچه بود. میبینی دستش به تو رفته پرتوت خان. دهنت گاز بگیر. چجوری دهنمو گاز بگیرم؟ هر تو پلا بسه. باز دوباره زور بزن. زور برو ببینم چیکار میکنی. زور بزن. فشار بیار فشار بیار. خب آفرین. آهان این چیه؟ چی به دنیا آوردی؟ مبارکه. الهی قربون نشتی گوزت بری مادر. سب کن سب کن. یه چیزای دیگه هم هست. این چیه؟ در ادامه هم زور بزن بلم. زور بزن بلم. چی چیه؟ یه مهر استامپ زدی عزیزم. اوی بونه جوهرت بدم آخی. آخی زر مار مهر استامپ واسه چی خوردی؟ مهر مال مدیر عامل سازمانه. خب اینو من برمیدارم بعدم میبرم میرسونم به دست صاحبش. زور بزن زور بزن زور بزن. بازم تلاش کن. زور بزن ببینیم دیگه چی میزایی. چیزی بگنه خشکی میبینم. یعنی چی خشکی چیه؟ زور بزن. آره آفرین. زور بزن زور بزن. همه بده. آهان داره میاد. آهان بلاخره شد. بلاخره
سعیدیش، اینم از چشم دریوش. خب بدش بدش، دست در نمونه، بدش به من. بگیر. خب دریوش جانم بیا، اینم از چشمت، راضی شدی؟ بله بله بخیش، اینم از چشم بنده. چشمم که به چشم آن پری چشم افتاد، از چشم پری به چشم من چشم افتاد. رفتم که به چشم او بدوزم چشمی، چشمی شد و بر دو چشم من چشم افتاد. تشویق، حالا تشویقم نمی کنید مشکلی نیست، فقط این چشمی یک بوی انجیری میدی که یک بارم خورده شده. چرا چرت پلاو میگه ابله؟ بوی انجیر خورده شده ده چیه؟ این بوی اماهشو گرده که صحبت این خورده. اینا چیه خوردی؟ آخه تو فهم نداری، شعور نداری، دستمال کاغذی، حالا هیچ ملاقه رو میگیم اشکال. گیتار تو یه جوری خوردی آخه؟ با چای شیری. خب من کارمو انجام دادم، حالا دیگه باید با هم بریم تا مسئولیت خوابیدن روی تخم ما تقسیم کنیم. بله بریم بریم. خب پرتاب، ببینم حالت خوبه؟ آره، فقط یه مقدار احساس گشاد بودن بهم دست دادی. حالا با اون چیزایی که از تو خارج شد اصلا چیز عجیبی نیست. من یه عدد توی ذهنم دارم بین 1 تا 10، هر کی اونو گفت اول میخوابه رو تخم. آخ جون، من خیلی این بازی دوست دارم، من استاد این بازیم، خیلی کیف داره. آفرین، خب بگو. 47. 47 نادون، میگم بین 1 تا 10. حواسم نبود. 93. آفرین، داری نزدیک میشه. آفرین، یکی دیگه بگو. رادیکال 85. آخه اصلا تو میدونی رادیکال چیه؟ بله. میدونی؟ چیه؟ ریشه انوم یک عدد یا یک عبارت که با علامت تیک نشان داده می شود، یا گروه اتمی که به منظر یک عنصر در ترکیبات داخل می شود، یا در مفهوم سیاسی به گروهی اطلاق می شود که طرفدار اصلاحات اساسی هستند. او مای گاش، به حق فهمهای نداشته. عزیزم گوش کن، پرتاب جان، بین 1 تا 10 یک عدد بگو، وگرنه تیکه تیکت میکنم. خب 32. هول نشو، هول نشو. 54. ای بابا 20. خب چرا من هول میکنیم؟ بابا جان میگه بین 1 تا 10، مثلا 6. آره آفرین، همین بود پرتوت خان، برنده شدی، بخواب روش. بره ببینم، من که عدد نگفتم که. گفتی. من شنیدم. ببین من پیرم، فشار میاد به کمرم، اصلا نمیتونم بخوابم روی این تو. گیر ندی به من، گیر عذیت نکن. خب منم 1000 تا کار دارم، نمیتونم بخوابم. الان چیکار کنیم؟ پس میمونه همون پرتاب عزیز خودمون. من که تنهایی نمیتونم بخوابم روش، سختمه. اگه بهت یه مسئولیت بدم چی؟ یه مسئولیت رسمی، مثلا از امروز تو مدیر فنی تخم هستی. مدیر فنی تخم؟ آفرین، عجب چیزی گفت. عزیزم مثلا از شنبه تا دوشنبه مدیر فنی تخماش، از 3 شنبه تا 5 شنبه مشاور مدیر عامل در امور بین الملل و تخماش. آره خیلی خوبه. جمعه ها چی؟ جمعه ها؟ جمعه ها راست میگه، جمعه ها آن با رئیس فدراسیون تخم موافقیم؟ آره، من همیشه دلم میخواست رئیس جمهور فدراسیون تخم بشم، چقدر خوبه، من الان دیگه کلی اهمیت دارم. آفرین، تازه به این فکر کن که با زحمت تو سیمرغ در میاد و ما را به جزیره میبره، جزیره ای که تا آخر عمر اونجا خوب و خوش زندگی کنیم. حتما، آره حتما.